تئوری امروز یه جورایی سرگرم کننده است و میشه گفت یه سری موارد که ارتباط کمی به هم دارن و کنار هم جمع کردیم تا چیزی رو بسازیم که به نظرم یه روایت بسیار جالبه و یکی از راه‌های ممکن برای توضیح داستان چندین شخصیت در بازی پاپی پلی تایم. در تئوری امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم که 1006 دقیقا کیه، اما با ارائه این تئوری احتمالاً متوجه بشیم که هاگی واگی و کیسی میسی هم دقیقا چه کسانی هستن. سلام رفقا، من محمدم، این از فارسی گیم تیوی هستم. لطفاً از فیلتر شکن استفاده کنید که طبقات از من نمایش بده. کامنت انگلیسی هم فراموش نکنید، چون تنها راه حمایت از ما همینه. یادتونم نره که لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستاگرام ما رو هم فالو کنید، لینک کانال دوم و سوممون رو حتما ساب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. خب من در مورد اینکه آزمایش 1006 دقیقاً کیه صحبت میکنم. یه احتمال وجود داره که 1006 الیوت لودویک هستش. ستون اصلی این نظریه این واقعیته که الیوت لودویک یه نابغه و خالق و بنیانگذار شرکت پلی تایم بوده و 1006 هم به طور مشابه خیلی خیلی هوشمنده که میتونه برای مثال از یه ساعت یه لیزر بسازه. حالا اینم به طور بالقوه درسته. این یه نظریه خیلی خوبه. با این حال یه احتمال خیلی متفاوت وجود داره، یکی که فقط کمی عمیق‌تر از اون یکیه. یه نکته خوب برای شروع میتونه این سوال باشه که چرا احتمالاً 1006 الیوت لودویک نیستش. حالا اگه به شخصیت الیوت لودویک نگاه کنیم اطلاعات زیادی نداریم، اما چند تا جزئیات کلیدی وجود داره و فکر میکنم یکی از این جزئیات در واقع شواهدی رو علیه این ایده ارائه میده که الیوت 1006 هستش. اگه به بایوگرافی الیوت نگاه کنید میبینیم که کمپانی پلیتان کو رو در سال 1930 تأسیس کرده. با این حال این فشار شخصی زیادی بر الیوت وارد کرد. فداکاری و اخلاق کاری اون فشار زیادی به خانوادش وارد کرد که منجر به طلاقش با همسرش مالی توی همون سال شد. همچنین میتونیم ببینیم که به عنوان فردی بسیار دلسوز توصیف شده و هر ثانیه از زندگیش رو وقف ایجاد شادی برای کودکان کرد. پس به نظر میرسه که هدف الیوت از ایجاد کمپانی پلی تایم خیلی شرافتمندانه بوده. بله، اون احتمالا میخواسته پول زیادی هم به دست بیاره. مطمئنم که همینطور هم شده. اما علاوه بر این میخواسته برای بچه ها شادی هم ایجاد کنه. این شرکت بر اساس ایجاد شادی برای کودکان ساخته شده بود. اما آیا این کمی عجیب به نظر نمیرسه؟ 1006 فوق العاده تهاجمیه و فعالانه تله میذاره تا کارشناس رو قبل از حمله به اتاقش بکشونه. ما همچنین شواهد زیادی داریم که نشون میده 1006 همون کسی بوده که تمام کارکنان رو در زمان فرارش اونجا بودن و کشته. پس چرا این مرد خیلی خوب که نیت بسیار خوبی هم داشته در نهایت باید به بدترین شخصیت این سری تبدیل بشه؟ یا اینجا جزئیات بسیار کلیدی وجود داره که بهشون توجهی نکردیم؟ یا همونطور که گفتم الیوت لودویک 1006 نیستش. پس اگه الیوت لودویک 1006 نیستش، خب پس چه کسی اونه؟ 1006 نابغه است، خیلی خلاقه. چه فرد دیگه توی شرکت پلیتای میشناسیم که خیلی خلاق باشه؟ خب شاید رئیس نوآوری لیس پیر. به عنوان رئیس بخش نوآوری ما میتونیم با خیال راحت فرض کنیم که لیس پیر خیلی خلاقه و اگه به ذهنیت آزمایش 1006 نگاه کنید میتونم بگم که همونطور که الیوت لودویک وجود خودش رو توصیف کرده بیشتر مبتکرتر تا رویاگر. به نظر میرسه 1006 در کنار هم قرار دادن وسایل و ساخت فناوری‌های جدید عملکرد خیلی خوبی داره. دوباره این صفتیه که خیلی خیلی مناسبه رئیس نوآوریه، اما به نظر من این تنها ارتباطی که بین لیس پیر و 1006 وجود داره نیستش. در واقع از نظر شخصیتی لیس پیر خیلی بیشتر به شخصیت 1006 نزدیکه تا الیوت. بیاید به چیزایی که از لیس پیر میدونیم نگاهی بندازیم. میتونیم به راحتی نتیجه بگیریم که لیس پیر شخصیت بسیار پارانویدی هستش. این رو از اونجایی متوجه میشیم که در ابتدای بازی و نوار اول اون در مورد سیستم‌های امنیتی صحبت می‌کنه. سیستم های امنیتی که دروغ به نظر میرسن. اون در مورد این صحبت میکنه که اونا به طور خودکار با پلیس ارتباط برقرار میکنن که به نظر دروغ میاد. پس میتونیم دروغگویی رو به لیست ویژگی های شخصیتیش اضافه کنیم. پارانوید های اون فراتر از اینا هم پیش میره. اگه به پوستر کیسی میسی نگاه کنیم یه قانون کامل در مورد نترسوندن لیس پیر وجود داره. چرا باید همچین چیزی اونجا درج بشه؟ من توی نظریه قبلی در مورد این صحبت کردم که شاید این اشاره به یه شوخیه. این شوخی توسط سایر کارکنان صورت گرفته که لیس پیر رو مسخره می‌کردن و می‌دونستن خیلی توهمیه و اضافه کردن این قانون به لیست یه متلک بوده.
همچنین میشنویم که لیسپیر چطور با سایر کارکنان این کارخونه صحبت میکنه و راستش رو بخواید اون آدم خوبی به نظر نمیرسه، حتی کمی احمق هم به نظر میرسه. به نظر من این مسئله به خوبی داستان پشت شخصیت شرور و منفی رو مقدمه چینی میکنه. لیسپیر به طرز باور نکردنی پارانوید بوده و همه کارکنان به همین خاطر باهاش شوخی میکردن. اون اساسا فرد مطرودیه. اون مثل شوخی میمونه، مثل کارکتر مکس توی اسپایدرمنه. اون مثل خیلی از نقشه منفی مدرن مورد ظلم واقع شده. حالا به نظر من این کاملا میتونه منجر به نارضایتی و تنفر لیسپیر از سایر کارکنان بشه. پس هر اتفاقی که منجر به تبدیل لیسپیر به 1006 شده، به احتمال زیاد اون شخصی بوده که به هیچ وجه به سایر کارکنان اهمیت نمیداده. به هر حال این احتمال وجود داره که این فرایند انتقال و تغییر روان افراد رو به سمت بدتر تغییر میده و روان اون قبلا هم تاریک بوده. اون کینه زیادی نسبت به این افراد داشته. بنابراین زمانی که اون به 1006 تبدیل شد، این ترخی و کینه به سمت تنفر رفت. این نفرت باعث شد که همه اونا رو بکشه. الیو لودویچ که فرد فوق‌العاده خوبه که به بچه‌ها اهمیت میده، به نظر نمیرسه تیپ شخصیتی بی‌رحم و پرهیاهویی داشته باشه. لیسپیر پارانوید قلدری که با همه کارکنان زیر دست خودش مثل آشغال برخورد میکنه. به نظر من بسیار محتمل‌تره که روانی جانی بی‌رحم و وحشی باشه. اما همونطور که در ابتدای نظریه گفتم، فکر میکنم که احتمالا متوجه شدیم که هایی وایی و کیسیمیسی هم چه کسانی هستن و این مورد ما رو مستقیما به الیوت لودویگ برمیگردونه. توی فصل 2 اطلاعات کمی بیشتری در مورد الیوت لودویگ به دست میاریم. ما درباره اون و خانوادهش از جمله یکی از اعضای خانواده که فوت کرده اطلاعات به دست آوردیم. اون عضو از خانواده که فوت شده دختر الیوت بوده و دخترش بعداً تبدیل شده به پاپی. ما واقعا هیچ مدرک مشخصی برای این موضوع نداریم، اما این یه ایده بسیار جالبه. این ایده که الیوت می‌خواست جون یکی از اعضای خانواده رو که از دست داده بود حفظ کنه و این شروع کننده کل این برنامه و آزمایش علمی بود که در نهایت منجر به سقوط این کارخونه شد. پس اگه فرض کنیم پاپی همون دختر الیوته و الیوت برای حفظ زندگی اون پاپی رو ساخته، مطلقاً نمیشه گفت که اون همین کارو با خودش هم انجام نمیده. پس الیوت چه کسی میتونه باشه؟ من در واقع فکر میکنم یه نامزد برای شخصیت الیوت وجود داره که منطقی هم است و اون هاگی واگیه. از این زاویه به موضوع نگاه کنید. الیوت لودویگ چهره شرکت پلی تایم بود. اون بنیانگذار کمپانی و در آغاز تقریبا مثل سلبریتی بود. شناخته شده بود. اون چهره مشهور این کمپانی بود. خب حالا اینم چهره مشهور کمپانیه. هاگی واگی. یه ارتباط ضعیفی توی اسم هاگی واگی هم وجود داره. هاگی واگی الیوت لودویگ. موافقم که این ارتباط خیلی ضعیفه، اما تو فصل 2 اشاره‌ای وجود داره که بیشتر بهش دامن میزنه. اضافه کردن وای به پایین اسم افراد روشیه که اسم کاراکترها ساخته میشه. هاگی واگی. اگه وای رو حذف کنید واک میمونه. و بله، شما کاملا میتونید از لودویگ واک درست کنید. حتی ممکنه واگ یا واگی اسم مستعار الیو لودویگ بوده باشه. درسته ربط کمی داره. به لودویگ و واگی نگاه کنید. واقعا شباهت‌های بین اونها وجود داره. اما اگه این مورد درست باشه، در واقع خیلی منطقیه. ما قبلا در مورد این صحبت کردیم که هاگی واگی تقریبا دو شخصیت متفاوت داره. در ابتدای فصل 1 اون خیلی مفیده و کلید رو به شما میده و به نظر میرسه که باهاتون بازی میکنه، اما در پایان فصل اون خیلی تهاجمیه و سعی میکنه شما رو بکشه. پس چه چیزی میتونه این تغییر خلق و خو رو توضیح بده؟ خب کاملا ممکنه که هاگی واگی خیلی خیلی گرسنه بوده باشه و احساس کرده که شما کتبی رو همراهتون داشتید و در واقع میخواسته کتبی رو به دست بیاره، نه شما. همچنین ممکنه این خشم هاگی واگی به خاطر این مسئله باشه که شما زیادی به پاپی نزدیک شدید. این ایده که پاپی دختر الیو لودویگ به صورت یه عروسک فناناپذیر میتونه علت محافظت هاگی واگی از اون باشه. اون دیده که شما دارید به سمت دریچه‌ها میرید و خب اون دریچه‌ها به پاپی میرسیده و به عنوان پدر پاپی هاگی واگی نمیخواد که نزدیک دخترش باشید. ممکنه که این حالت تهاجمی بیشتر یه غریزه دفاعی باشه. این همچنین فصل 2 رو حتی تلخ‌تر میکنه. تصور این که هاگی داشت خودش رو به خاطر قصد خالصانه از این گودال بیرون میکشید، یعنی قصد حفاظت از دخترش. اون برای محافظت از دخترش مطلقاً هر کاری انجام میده، چون قبلا یه بار اون از دست داده و دیگه نمیخواد اون از دست بده. بنابراین من فکر میکنم این خیلی منطقیه که الیو لودویگ برای حفظ خانوادهش تلاش کنه و این دقیقاً توضیح میده که کیسی میسی هم کیه. به هر حال ما فقط یه زوج در کل بازی میشناسیم و اون الیو لودویگ و همسر سابقش مولی هستن. بله، مالی در همون سالی که کمپانی پلی تایم تأسیس شد از الیو طلاق گرفت و ما حتی میتونیم این عکس رو ببینیم، اگرچه این فقط بالای سر اوناست. تو این عکس الیو و مالی رو میبینیم که ظاهرا همدیگر رو در آغوش گرفتن. بازم این برای من خیلی منطقی تر به نظر میرسه. الیوت میخواست دخترش که در اثر تصادف غم‌انگیز از دست داده بود حفظ کنه و همچنین میخواست همسرش که در طلاق از دست داده هم حفظ کنه. او میخواد خانوادهش رو دور هم جمع کنه.
اون در تلاش تا اشتباهاتی که در سال 1930 مرتکب شده بود اصلاح کنه. این اشتباه که وقت و انرژی زیادی رو صرف کارش کرده، کارش که دوباره برای شادی کودکان شروع شد. اون تصور بسیار شرافتمندانه‌ای داشت که به قیمت همه چیزش تموم شد و در اواخر عمرش اون متوجه شد که میتونه چیزهایی که از دست داده بود پس بگیره. این حتی میتونه توضیح برای علت کمک کیسیمیسی به ما باشه. اگه کیسیمیسی همسر سابقش مولی باشه، این به این معنی که اون تو این کارخونه نقشی نداشته. در واقع اون الیوت لودویگ رو در زمان ایجاد کمپانی پلیتام ترک کرده بود. بنابراین اون یه کارمند سابق نبوده و شاید اون برخلاف میلش به اینجا آورده شده، یا شاید برای مثال اون رو تو بستر مرگ به اینجا آوردن و الیوت به اون وعده زندگی جاودانه داده. شاید به همین دلیل کیسیمیسی به ما کمک میکنه. اون میخواد این کارخونه از بین بره. اون میدونه که اینجا چقدر شیطانیه، چون هیچ وقت جزی ازش نبوده و چون برخلاف میلش به اینجا ورده شده میدونه که داستان از چه قراره و با کمک به قهرمان داستان دو کار انجام میده. اول از همه اون به ما کمک میکنه تا با درون این کارخونه آشنا بشیم که میتونه منجر به سقوط این مکان باشه. اما ثانیاً اگه همونطور که قبلا گفتم پاپی دختر الیوت باشه، این به این معنی که دختر کیسیمیسی هم هستش. به هر حال این که الیوت دخترش از دست داده فقط یه فرضی است، اما اگه اون یه دختر از دست داده باشه و اون دختر پاپی باشه، این دختر الیوت و چه کسی بوده؟ به نظر نمیاد که بعد از تأسیس کمپانی پلیتان وقتی برای رابطه دیگه داشته. به هر حال میدونیم که تعهد بیش از اندازه به کارش همون چیزی بود که باعث شد همسرش ترکش کنه. بنابراین کاملا ممکنه که وقتی همسرش ترکش کرد قبلا یه دختر داشته یا دخترش رو باردار بوده. حالا کیسیمیسی و هاگیواگی رو به یاد بیارید که در داستان یه زوج هستن و کاملا ممکنه که کل این داستان بر اساس زندگی واقعی الیوت و مالی باشه، یا به احتمال زیاد اونطور که الیوت میخواست زندگیشون باشه. من فکر میکنم این توضیح واقعا مناسب قوانین شرکت پلیتان باشه. الیوت لودویگ مرد بسیار خوبی بوده، اما در این حال ایراداتی هم داشته. ایرادش این بود که شدیدا میخواست خانوادهش رو برگردونه، خانواده‌ای که خودش با اخلاق کاریش از بین بردش. 1006 از دفتری که توی شرکت پلیتان باعث شده بود رنجیده و اوقاتش تلخ شده بود. این رنجش در نهایت منجر به تبدیل شدن اون به فرد شرور شد. کیسیمیسی کسی که از ابتدا نمیخواست اینجا باشه و حالا به قهرمان داستان کمک میکنه تا همه چیزو درست کنه، و پاپی بچه بیگناهی که گم شده. باید با این واقعیت کنار بیاد که تو سن پایین مرده و حالا باید برای همیشه به عنوان یه عروسک جاودانه زندگی کنه. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.